زدید بالا. امروز میخوام حرکات اصلی پیلاتس در مورد شکم رو بهتون آموزش بدم. یه زنگرات رو خورد میکنم و با خورد کردن یادش میگیریم تا برسیم به اصل حرکت، چون بسیار حرکت سختیه و حتی اگه ورزشکار هم باشیم ممکنه کمرتون آسیب ببینه. بسیار خوب، پای راست بالا باشه، پای چپ پایین، پنجه پا رو کامل بکشید. اشتباه متداولی که در انجام این حرکت میبینم خم کردن زانوه. زانوی هر دو پا باید صاف صاف باشه. پای راست پایین، چپ پایین، چونه تو گوه دیگر دارم، بچه های کمر دردید، رو به سقف پا رو جا به جا میکنید و در دامنه کوتاه بریم. فعلا سرعتمون کمه، حالا سرعت دم دم. دوباره میگم کمر دردی ها کامل رو به سقف پا رو جا به جا کنم. پنج دقیقه، چهار، زانو خم نشه ها، این غلطه. سه، دو و یک. یه نفس بگیر، بکش بازن تو بالا. بسیار، حالا میخواییم همین حرکت رو بریم بچه ها با روتیشن به راست. من ببینید پای راستتون بالاه، با دست چپ ساق پای چپ، با دست راست رونتون رو میگیرید. دوباره دقت کنید که پا صافه صاف باشه. حالا دوباره چرخش میدید و با دست راست ساق پای چپ، با دست چپ رانو میگیرید. دقت کنید پا رو نباید بکشید به راست، پا کامل بالاه. اینو آروم بریم ده مرتبه. دم دم، نفس، ساقه پا دوباره خم نشه، برو سرعت بده به حرکت. دم دم دم، شیش داری دیگه، پاد نچرخه به راست و چپ، زانوشم خم نشه. پنج، چهار، سه، گود جاب، شکماتو سوخ، دو، یک، نفس. خب دوباره میگم موقع انجام دادن این حرکت زانو روید بیاد سمت پیشانی، پا نباید بره به راست و چپ. پس این شد سیزر به همراه روتیشن. خب حالا بیدیم سراغ کشش تک پا. من ببینید بچه ها این عکس حرکت قبله، با حرکت تو حرکت قبل دست چپ ساق پا رو میگرفت، الان دست راست ساق پا رو میگیره و دست چپ زانو رو میگیره. من ببینید کاملا توی یک خط صافیم، چونه توی گودی گردن و نگاه کاملا به زانو. حالا به چرخید به چپ. خب تو الان غلط گرفتی دستاتو، دست چپ مچ پا، دست راست زانو. دوباره اینو آروم بریم حرکت رو یاد بگیریم. دست خارجی مچ پا، دست داخلی زانو. دم دم، دوباره پنج دیگه، چهار، سه، دوتا، یکی، نفس. خب حالا که حرکت رو یاد گرفتیم میخواییم که با سرعت بریمش. دوباره بگیر مچ پای راست، زانو تو قشنگ به چرخ، نگاه کن مچ پا رو و سرعت. دم دم دم، سرعت بده،
کج و صاف نکن خودتو، لمه اضافه روی بدن نزن. دم بدو، پنجتا، چهار، سه، دو، یک، نفس. پس همه این حرکت ها رو اول 10 بار آروم میریم، کمی بدنتون جا بیافته، بعد شروع میکنید حرکت رو یه دور تند میرید. پس این شد کشش تک پا. خب حالا میخواییم بریم سراغ کشش دو پا. کشش دو پا رو میخوام خوردش کنم براتون، بعد بریم سراغ اصل حرکت، چون حرکت بسیار سختیه. خب موچ پاهاتون رو بگیرید، منو ببینید، دست رو میبرید کنار گوش، پای راست رو صاف میکنید، دست رو میبرید کنار گوش، پای چپ، من رو نگاه کنید. بچه های گردن دردی همین حرکت رو رو زمین میرن. میخوام با دستتون نیم کمان به راست و چپ بزنید. بچه های کمر دردی موقعی که پا رو صاف میکنید تو زاویه قریب و روبه سقف صافش کنید. بچه هایی که کمر درد ندارید و ازش کنید، پیلاتس کار کردید، از قدرت عضلات شکمتون مطمئنید، پا رو کامل موازی زمین صاف میکنید. دست کنار گوش، ببینید دستان با شکمم با باسنم و پا توی یک خطه. پس بالا. مواد من حرکتی رو لطفاً رعایت کنید. دم دم نفس چهار تا دیگه، سه. گردن دیگه سرتون رو زمین باشه ها. این حرکت رو خیلی اشتباه میرن. کاملا ویدیو رو نگاه کنید ببینید غلط خلون نرید. و نفس. حالا آروم شونه راست رو نگاه کن، شونه چپ رو نگاه کن. خب حالا وزنه میگیریم دستمون که حرکت رو سنگین تر بتونیم بریم و با دو پا. بچه های گردن دردی میتونید سرتون رو بزنید زمین و از وزنه استفاده کنید. من رو ببینید، میخوایم حرکت رو با دو دست و دو پا بریم. دم دم، دوباره کمر دردی ها پا بالا، سر زمین نذارید، فقط بچه های گردن دردی سر زمین بذارن. دم بریم، نفس، دم، دوباره، سه تا دیگه، دوتا و یک، نفس. بکشین دست رو بالا، یک کشش کلی به بدن بدیم. عالی. پس این شد کشش دو پا. خب حالا ببینید اینها بیسیک حرکت های شکمه. بعد ما میایم توی این حرکت ها بچه ها براتون توپ، چوب، وزنه و کش داخل میکنیم و به حرکت ها هی تنوع میدیم. امروز دارم بیسیک حرکت ها رو یاد میدم، بعد میام رو همین حرکت ها براتون با توپ و چوب خلاقیت ایجاد میکنیم، حرکت ها رو پیچیده تر میکنیم. خب دستتون رو ببرید بالای سرتون، میخواید حرکت تیزر رو ببرید. خب من رو ببینید، بچه هایی که کامل پیلاتس کاریم، از شکم، کمر، پا، همه چیتون کاملا مطمئنی، دست رو میارید
میایین توی تیزر و برمیگردیم. بچه های کمرگرد، پای راست رو میارید بالا و میشینید جلوی پاتون. ببینید همزمان با گذاشتن پا روی زمین میخوابید. پای چپ رو میارید بالا، دست جلوی پا و میخوابید. اگر خیلی فشار کمر دارید، فقط پا رو میارید بالا تا هر جایی که میتونید دست رو میکشید روی ران یا روی پا و میان بالا. اینا شروع تیزره. ببینید تیزر یه پایه و بنیانه. من روی تیزر به شما 2000 تا حرکت میدم. پس اگه میخواید اون حرکت رو یاد بگیرید، حتما اول از همه تیزر رو تمرین کنید. خب برید دست بالای سر، پا کاملا کشیده، بیاین بالا، بشینید تو تیزر، بخوابید. پاتون رو پرتاب نکنید. دم، نفس، دوباره پنج تا، چهار، سه، دو و یک. استراحت. خب پس اینم شد حرکت تیزر. پاتون رو ببرید بالا. میخوایم حرکت 100 رو آموزش بدیم. ببینید بچه ها، پا رو کامل میکشید بالا، رو به صف میایید بالا. میخوایید بمونیم صد تا ضرب بزنیم با ریتم دم و بازدم. خب ادامه بدیم به ضرب زدنتون. حالا دوباره بچه هایی که میتونید پا رو توی حالت تیزر نگه دارید و ضرب بزنید و 100 رو بدید. دم، دم، چونه توی گودیه گردن، نگاه بنا. پنج، چهار، سه، یک. یه نفس بگیریم. اصولا زدن 100 تا ضرب کار بسیار سختیه. ما بیاییم این 100 تا ضرب رو تو کلاس تقسیم میکنیم. 20 تا 20 تا توی هر حرکت به بچه ها میدیم. خب حالا حرکت هایی که یاد گرفتیم، میخواییم پشت هم بریم و یه فشار مضاعف روی شکممون بذاریم. بریم شروع کنیم از هایزر. ببخشید پاسا از هر کدوم 10 تا بریم. 10، 8 دقیقه. زانوتون خم نشه، با من بیان. الان ببینید چجوری شکماتون شروع میکنه به سوختن. و سیزر با روتیشن. دم، 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 شیش تا، پنج، چهار. زانوت خم نشه. سه، دو، یک. کشش تک پا برید. نفس، نفس، بدو گیباب نکن. چهار تایی دیگه. سه، دو، یک. خوبه؟ کشش تک پا. قبلی دو پا بود، حالا تک پا. بریم. دم، پاهاتون باز نشه از هم. موارد من حرکت رو قبل از این گفتم، هر کی رعایت کنه. چهار تا دیگه. سه، دو،
یک پا رو زمین، دست کشیده بریم سیزر یا بالا تیزر. دم نفس بدو چهار تا سه قشنگ یاد شکماتون درگیره بچه ها. دو یک بدو پا بالا هندرد یک دو صد. انگار دو تا توپ زیر دستتون رو میخواید لهش کنید و نفس عالی. کف پاهات رو بذار روی مت، بکش با سرتون بالا پایین تا الان نزدیک 150 کالری سوزوندی. دوتا یه دونه خب حالا پاها رو همه ببریم بالا. میخوایم بریم توی حرکت رول اوور. خب پاها رو بالا نگه میدارید، زیر شکمتون رو انقباز میدید، با انقباز زیر شکم میرید بالا و پشت پا رو میرسونید به پشت. دوباره منقبض منقبض شکم برمیگردی سر جاتون. دقت کنید که پاتون پرتاب نشه به پایین. بچه‌های کمر روی زانوهاتون رو خم میکنید، شکمتون رو منقبض میکنید، سعی میکنید کمر رو از زمین جدا کنید. خانم‌ها آقایی که مشکل ستون مهره دارید به هیچ وجه توی رول اوور نمیرید. خب پس بریم دم دم زیر شکم منقبض کنترل شده بریم برو دوباره سلتایی دیگه دوتا یکی. خب حالا بچه‌هایی که میتونید با پای صاف پاتون رو برسونید زمین، بچه هایی که نمیتونید با زانوی خم بریم. دم دم سنتر دیگه تا یه دونه پا روی زمین دست مقابل سینه. حالا میخواییم رول اپ رو بیاریم بالا، دست رو کشید عقب میاری جلوی سینه بلند میشید میاییم بالا و دوباره با پشت گرد میخوابید به پشت. بچه های کمر دردی پشت پاتون رو میگیرید با کمک پا میاییم دست رو به موازات پا میکشید جلو، دوباره پشت پاتون رو میگیرید میخوابید. خیلی برای مهمه که ضربه نزنید، پا از زمین بلند نشه و حرکت های عجیب غریب انجام ندید. بچه ها این حرکت رول اپ بسیار بسیار انعطاف پذیری و کشش ستون مهرهاتون رو میبره بالا و بسیار حرکت خوبیه. دست جلوی سینه بیا بالا دوباره بخواب دم
دوباره یکی خوبه بیایی بشین بالا بیدارون تو پهلوی راست و چپ راست و چپ پهلوتون رو بکشید خستگیتون رو بگیرید خب این سری حرکاتی که آموزش دادم سری حرکات اصلی پیلاتس برای شکم بود این جلسه اینا رو بچه ها درست تمرین کنید روش کار کنید اینا بیسیک حرکت های شکم پیلاتس البته یه تعدادیش ولی با این حرکت ها خیلی ما کار داریم توی پیلاتس خیلی جاها ازش استفاده میکنیم و باش کار داریم اینا رو تمرین کنید تا جلسات بعدی میریم همین حرکت ها رو پیچیده ترش میکنیم با توب کش و وزنه قاطیش میکنیم روز بسیار خوبی داشته باشیم به خدا میسپاریم.